بسم الله الرحمن الرحیم چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا قصه عشق من و زلف تو دیدن دارد نرگس مست کجا همدمی خار کجا سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا منتی بود نهادی که خریدی ما را روسیه برده کجا میل خریدار کجا کاش در نافلهات نام مرا هم ببری که دعای تو کجا عبد گنهکار کجا السلام علیک یا صاحب الاسر و زمان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان خوب عزیزان همراه با این برنامه به وقت بیداری برنامه که زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان میگردد اگر می با برنامه خود در ارتباط باشید از طریق پل ارتباطی و این شماره مثبت 964 780 255 40 13 ما منتظر نظرات شما عزیزان هستیم طبق روال شب شب ها استفاده میکنیم از استاد گرامی جناب استاد مصباح و موضوع گفتگوی امشب ما هم توسعه هست مفهوم توسعه و بررسی توسعه از منظر فقهی و حقوقی خواهش میکنم با این برنامه همراه باشید عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد وقت شما به خیر و خوشی و سلامتی تا اینکه گفتگو میکنیم راجع به مفهوم توسعه و مطالب پیرامون آن با بینندگان سلام علیک بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه ونصلي ونسلم على خاتم السفراء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين بندهم خدمة شما مجموعة عوامل ودوستانك إن فضاء وفرصة برأي برگزاری و استمرار چنین مباحثات فراهم نموده و زحمت میکشند و خدمت همه شنوندگان و بینندگان خواهران و برادران حاضران و غائبان که به گونه های مختلف این برنامه را می و از اون استفاده به عمل می آورند عرض سلام و ادب و احترام دارم از خدای متعال برای همگان حسن عمل و عاقبت خیر بیداری و بینایی میتلنم بسیار ممنونم از شما گفتگو میکردیم راجع به مفهوم توسعه و اینکه فرمودید به عنوان یک بحث جدید مطرح شده است در بسیاری از محافل علمی دنیا و اینکه آیا توسعه یک حق هست یا نه سوالات و چالش های پیرامون مسئله بود که این موارد رو بررسی کردیم در برنامه های گذشته ظاهرا یک مقداری از این مطالب مانده است اگر انشاءالله امشب بتوانیم این مسئله رو تمام کنیم برسیم به چالش هایی که آیا توسعه اگر بپذیریم که از جمله حقوق هست آیا از حقوق بشر هم حساب می شود اون حقوق بنیادین حقوق اولیه و حقوق همبستگی که شما اشاره کردید جز اونها هم حساب می شود چه چالش ها و پرسش هایی هم در این زمین مطرح هست که امشب می شنویم انشاءالله در جلسات گذشته گفته شد که حق توسعه در واقع پرسش ها و چالش های را ارائه کردند با این هدف گیری که حق توسعه به مسابقه حق نیست ما تعدادش را و نوعش را بیان کردیم و به فراخور زمان و فرصت به تحلیل گرفتیم و پاسخ گفتیم هرچند فهرست این پرزشا و چالش ها را نمیتوان خیلی به زودی بست همچنان باز خواهد بود ما تلاش کردیم که مهمترین این ها و چالش ها بازگو بشه و به تحلیل گرفته بشه در ادامه به اینجا رسیدیم که گفتن که حق اگر ما توسعه را به منا و به مسابه حق بشناسیم به مسلحت نیست و این نست. که چرا به مسلحت نیست مواردش را در جلسه گذشته بیان کردیم یک معنایی که در واقع یک استدلال که برای این مدع... مدعای خودشان بیان کردن که گفتن ج... توسعه به مسابه حق پذیرفتنش د... به مسلحت نیست این است که میگه اگر ما بخواهیم توسعه را به عنوان حق بشناسیم این مستلزم تورم حقوقی میشه یعنی گویا هر پدیده، هر مطالبه، هر ادعا، هر استحقاقی که بشر افراد جوامع ادعا بکنند به سرعت اون را بگیم حق است خب یک گرفتار یک تورم حقوقی میشیم و این تورم حقوقی یک سری برای ها و پیامدهای نادرست داره و گویا به مسلحت برای جامعه نیست که این گونه عمل بکنیم خب طبیعتاً با نگاه اولیه میشه گفت که این حرف درسته. بله. خیلی ما در, در واقع تورم حقوقی برگشتش در حقوق موضع برمیگرده به تورم قانونی. بله. ما اگر در جامعه برای مدیریت جامعه هر لحظه قانون بگذاریم در ریسترین مسائل های قانون گذاشته بریم قانون تغییر پیدا بکنه خب طبیعتا ما گرفتار یک تورم حقوقی میشیم همونطوری که در مسائل پیده های مجرمانه و نابهنجاری ها به سرعت اون جرم انگاری بکنیم مجازات تعیین بشه جامعه و نظام حقوقی گرفتار تورم کیفری میشه و این تورم کیفری خیلی خوب نیست در این باب هم, هم اینطوریه بله اما ما بیایم ببینیم که آیا از این زاویه میشه این چالش رو چالش وارد بدانیم یا نه اولا باید ببینیم معنای تورم حقوقی چیه و چه چی زمان اتفاق میافته. تورم حقوقی هنگام اتفاق میفته که مجموعه قوانین و مقررات رویه های قضایی آین نامه ها و مصوبات این مجموعه اموری که در واقع یک ادعا و مطالبه و استحقاق را به صورت حق قانونی در میارد این مجموعه بیش از ضروریات زندگی و نیازمندی ها و هوایج جامعه بشری بشود یعنی قوانین و مقررات آی نامه ها رویه های قضایی مصوبات چون معمولا شما ببینید مصوبات که مال دولت هست در صورت که قوانین موضوعه مثل قانون اساسی قوانین که در مجلس یا در قوه مقننه گذاشته میشه و نوشته میشه اینا مو ابهام داشته باشه یا نیاز به تکمیل داشته باشه یا قانون در اینها نباشه و حتی غیر از این موارد وقتی از طرف مجلس تصویب میشه تبدیل به قانون میشه در مجموع قوانین مقررات آین نامه ها مسببات رویه های قضایی اگر بیش از نیاز در جامعه تولید بشه طبیعتا جامعه گرفتار تورم. تورم. حقوقی و بهتر شاید من تعبیر بکنم این اصطلاح را به این بگیم تورم قانونی هم. یعنی حقوقی برآمده از این مجموعه امور هست ما در عمل گرفتار تورم قانونی و به تبع اون تورم حقوقی خواهیم شد این معنای تورم حقوقی یا قانونی است تورم حقوق یک سری پیامد ها داره بله. و اون پیامد ها چیه؟ پیامدهایی هایی که برای تورم حقوقی برمی شمارن این است که خب ببینید شما در مسائل یا در رویه های عادی زندگی هم در عرصه اقتصاد وقتی که میزان کالا و خدمات بیش از نیاز جامعه بشری یا در یک قلمرو در یک کشور بیش از نیاز باشه میزان کالا و خدمات دست در دسترس قیمت ها می پایین مسئله رقابت خیلی معنای خود این یعنی پیش از بیش از حد باید در دسترس قرار بگیره اون کالا و خدمات مورد توجه دیگه قرار نمیگیره اهمیت خودش را از دست میده, میده. یعنی از لحاظ ارزشی اگر نگاه بکنیم کاهش ارزش پیدا میکنه در باب تورم حقوقی و قانونی هم اگر تب... ما جامعه گرفتار تورم حقوقی و تورم قانونی بشود قانون و یا حقوق اون چیزی که به عنوان قانون یا حقوق شناخته شده یا حقوق قانونی در دیدگاه عموم ارزش و اهمیت خودش از دست میدهد بله. و این چیز خوب خصوصا در عرصه حقوق و مسائل قانونی نیست زمانی که اهمیتش در منظر و در دیدگاه عمومی از دست بدهد طبیعتا قانون و حقوق کارآمدی خودش را از دست میده یا کارآمدیش و کاربردش کاهش پیدا میکنه این دو و زمانی که قانون و حقوق گرفتار این وضعیت بشه طبیعتا هزینه قانونگرایی و قانونمندی در جامعه افزایش پیدا میکنه از سوی دیگر وقتی جامعه گرفتار تورم حقوقی بشه ما یک اصل داریم در فقه هم مسئله اشتباهی حکمی مطرح است در اینجا هم میگه از جهل به قانون پذیرفته شدنی نیست پس پیامد تورم بینه اگر در یک جامعه در یک مجموعه انسانی حالا چی در مقیاس یک ملت یک مجموعه کوچکتر یا جامعه جهانی هی ماشین تولید حقوق و تولید قانون هم اینطوری فعال بشه پشت سر هم لحظه به لحظه قانون تولید بکنه افراد در یک جامعه نمیتونه اطلاع پیدا بکنن از قوانین مختلف پس این اصلی که بگید عذر نسبت به جهل،, نسبت به قانون عذر موجه نیست و پذیرفتنی نیست و اینجا عملا خیلی نقش خودش را به اهمیتش را و جایگاه خودش را از دست میده بله. در واقع هم اگر ما بنگریم تقریبا همین حالت هست یعنی ما هر روز که از عمر این جهان داره میگذرد یک سری مسائل جدیدی مطرح میشه در جامعه انسانی و جهانی که ما مجبوریم نسبت به اون مسئله جدید قانونی آره، الان خدمت از خواهم کرد بله. پس بنابراین تورم ببین بحث ما این است که اگر ما یک پدیده یک حالت اتفاق بیفته که به اون حالت و اون وضعیت بگیم تورم حقوقی یا قانونی تورم حقوقی و قانونی صدق بکنه بله. اگر صدق بکنه این چهار تا پیامد که پیامدهای های منفی هست مترتبه بر اون و این خوب نیست این یک بس بحث دیگر این است که تورم حقوقی و قانونی ناشی از چیز چیزمانه به وجود میاد یک بار میگید تورم تورم حقوقی و تورم قانون. قانونی ناشی از اراده یا برآمده از مطامع و منافع قدرت و دستگاه حاکمه هستند بودن در طول تاریخ و اکنونهم این ممکن استمرار پیدا کرده در پاره از کشورها و جوامع که منافع قدرت و مطامع قدرت می طلبد که هی hey, پشت سر هم قانون وضع کنه برای استمرار منافعش برای ادامه قدرت برای حفظ قدرت و ده ها از این سنخ آره اگر جامعه گرفتار یا جامعه بین المللی گرفتار این بشود که پشت سر هم حقوق قانونی یا قوانین رو وضع بکنه و این قوانین ناشی از چیه در راستای تحکیم منافع و مطامع قدرته بله. این ما جامعه در واقع گرفتار تورم حقوقی و قانونی خواهیم شد یک بار ما در تورم حقوقی ناشی از قوانین موردی, جزئی و در عرصه قانونگذاری موضوعه به این معنا که مسائل و رویدادهای ریزی که اتفاق میفته برای ریزترین و جزئی هی پوشی سر هم قانون وضع بکنن و قانون رو هی پوشی سر هم جابجا بکنن و عوض بکنن در چون این موارد هم جامعه گرفتار تورم قانونی, قانونی خواهند شد و اون پیامدهای های منفی چارگانه که اسم بردیم محقق می‌گردد. یک بار تورم یعنی در واقع این که قوانین وضع میشه و حقوق برآمده از قانون شکل میگیره ناشی از ضروریات زندگی بشری است ناشی از نیازهای هر دم نوشونده و مستمر افراد و جوامع بشری است پیشرفت دانش و پیشرفت تکنولوژی تغییرات سبک زندگی است پدیده های نوظهور روش های گوناگون هست خب طبیعتا نیازها و ضروریات زندگی به طبع این تحولات و تغییرات ساختاری و کارکردی نو خواهد شد من خواستم مثال همین بزنم استاد که فضای مجازی مثلاً یک پدیده نوظهوری هست بله، که بله. مردم با او مواجه شدن قطعاً یک سری قوانینی باید برای خودش بله، داشته باشه بله، بله. در کنار اون مسائل دیگری مثل مسائل تفریح و ورزش و فوتبال خیلی چیزای جدید ولی اینا هر برای خود قوانین میخواد و این قوانین به روز می جدید میشود اضافه میشود به این قوانین بنابراین وقتی ما میگیم ت... قوانین وضع قوانین یا حقوق قانونی برآمده از ضروریات نیازمندی ها مصالح و منافع عموم جامعه بشری باشه بله. اینجا قانونگذاری و حقوق قانونی نه تنها نمیتوانیم بر اون تورم حقوقی گذاشت برکل خود قانونگذاری لازمه در این حالت که اگر حقوق و قانون حقوق موضوعه یعنی حقوق برخواسته از قوانین اگر برآمده و ناشی از این ضروریات و نیازمندی های جامعه بشری باشه برای پاسخگویی به مصالح و منافع عمومی و جامعه انسانی باشه خب این یک ضرورت و یک نیاز است اینجا ما گرفتار تورم حقوقی نیستیم و بایستی قانون گذاری بشه حتی تعبیر تورم قانونی شاید صحیح آره. نباشه بنابراین داره. اینجا ما من که میگم گرفتارش نیستیم دیگه این نمید. مفهوم صدق نمی در این وضعیت و در این حالت ما گرفتار تورم حقوقی نیستیم بلد. نمی توان گفت تورم حقوقی پس تورم حقوقی مبحث اول بود معناش مبحث دوم پیامدهاش مبحث سوم این که ناشی از چیه در باب حق توسعه طوری که ما در جلسات گذشته مکررن یادآوری کردیم حق توسعه اولا جزء حقوق فراقانونی به این معناست که خودش به عنوان یک حق بشری پشتوانه و بنیاد بسیاری از قوانین و حقوقه بنابراین ناشی از ضرورت و نیازمندهای زیستی بشره ناشی از وجدان عمومی بشری است برساخته و برآمده از مصالح و منافع عموم جامعه انسانی است اینجا ما گرفتار تورم حقوقی و قانونی نخواهیم شد حق توسعه معمولا و غالبا وقتی در قالب و سیمای قانون در میاد به عنوان یک قانون پایه است درست به عنوان قانون موردی و جزئی نیست وقتی به عنوان یک قانون مادر و پایه باشد در این قلم را و در این حالت هم جامعه گرفتار تورم حقوقی و یا قانونی نمی گرده و لازم هم است این دو سوم این که حق توسعر اگر خاطرتان باشه در جلسات گذشته گفتیم جزء حقوق بشره، حقوق بنیادین بشری است پشتوانه حقوق و امثال اینها جزء قواعد آمره و اصول کلی حقوقی است و تعهدات و الزامات هم که ایجاد میکنه تعهدات تخطی ناپذیر برای همگان در حقوق بین الملل پذیرفته شده است هم این ویژگی برای حق توسعه و هم این که اگر یک مطالبه یا ادعای شبیه به حق توسعه یا حق حیات حق تعیین سرنوشت و امثال اینها که جزء قواعد آمره یا اصول کلی حقوقی که برتر و پرزورتر نسبت به قواعد آمره تبدیل بشه و تعهدات و تکالیف نسبت به اون تکالیف و تعهدات الزاماور همگانی تخطی ناپذیر باشه اینها خودش معیار و شاخص تعیین رفتاره رفتارها که در این حوزه چقدر ورود پیدا بکنن اینه قوانین شکل بگیره شکل نگیره درست. مقیاسش اندازهش نوع قانون به واسطه این معیارها و مبناها تعیین میشه پس ما از نای این که اگر بخوایم تو سر به مسابه حق بشناسیم گرفتار تورم حقوقی نخواهیم شد و اون پیامد ها مترتبه بر این است. این پرسش‌ها ها و چالش که در این حوزه بود حالا آمدن گفتن خیلی خوب زور شما زیاد بله بالاخره ثابت کردید یا <applause> ما رو به اقناع رسانیدید که این هم شد که حق توسعه حقه حالا آمدن هم مقاومت در مقابل این اعمال میکنن میگن خیلی خوب حالا میپذیریم حقه اما حق عادی است جز حقوق بشری نیست چون اگر حق بشری بشه خیلی پیامت ها بر اون مترتبه همین که گفتیم قواعد آمره اصول کلی و خود تعهداتی که ایجاد میشه تعهدات تخطی ناپذیر و الزام برای همگان است و ده گفتن خیلی خوب حقوق عادی است ولی حقوق بشر نیست <تصفح> برای این که بگن حقوق بشر نیست قهران باید از لحاظ علمی وارد یک هماوردی بشن چالش ها و پرسش های باز هم متنوع را مطرح کردن که پاره از این چالش ها همون چالش های بود که ما در باب حقوق مطرح کردیم <تصفح> مثل اینکه زینفش کدوم است صاحبان تکلیف کیه صاحبان تعهد موضوعش مشخص نیست مبهم است و امثال اینا این که از لحاظ قانون تامین نمیشه امثال من الان در این بدنم اون چالش ها و سوالات بهش نمیپردازم فقط بحث را متمرکز میسازیم و هدایت میکنیم به سمت و به سوی چالش هایی که در اونجا گفته نشده یا به گونه اشاره اونجا مطرح شده و تفصیلش رو در اینجا مطرح خواهیم کرد چالش هایی که در این زمینه مطرح میشه به چند دسته و به گونه های مختلف این رو دنبال کرده و ارائه کرد یک این که گفتن میگن مطالبه ادعای استحقاق هر پدیده ای که به گونه حقوق بشر در بیاد یعنی بگیم حقوق بشر هست واجد یک سری خصوصیاته و اگر اون ادعا و مطالبه یا اون واقعیت این خصوصیت را داشت حقوق بشر است اون خصوصیات چیه؟ میگه حقوق بشر ذاتیه بله. جهان شموله و سلب ناپذیره ذاتی جهان شمول, شمول و, و سلب ناپذیر وقتی به حق توسعه نگاه میکنیم ذاتی نیست جهان شمول نیست و سلب ناپذیرم به نظر نمیرسه من فعلا این چالش ها رو مطرح بکنم ببینیم که فرصت اجازه میده برای پاسخگویی در این شب یا نه درست. این یک چالش امور ذاتی در واقع همزاد خود انسان باید باشه وقتی میگه ذاتی یعنی اینکه جزء ساختار وجودی یک پدیده باشه مثلا شما میگید که ذاتی ساختمان چیه؟ آجره، سیمانه، آهنه اینا که جزء ذاتیات این ساختمانه درست. وقتی شما میگید ذاتی انسان یعنی در ساجز مؤلفه ساختاری و کارکردی ذاتی این موجود به نام انسان یا جامعه بشری باید باشه که اگر اون هست انسان هست و اگر اون رو از انسان بگیریم دیگه انسان ماهیت یا یعنی اصلا چیزی به نام انسان محقق نمیشه و اگر چیزی به این شکل یعنی جزء مؤلفه ها یا ویژگی های ذاتی یک موجود به نام انسان یا یک نظام به نام نظام فکری یا نظام دینی یا یک وضعیت باشه طبیعتا تابع شرایط اوضاع و احوال نخواهد بود هر جا این موجود باشه این خصوصیت هم باید باشه. و این مختصم با اون هست و دیگر این که اگر پدیده یا ویژگی ببخشید اگر یک امری یا یک معلفه جزء ساختار وجودی یک موجود باشه طبیعتا از او سلب ناپذیره شما نمیتوانید بگید انسان بعد از منظر دینی که ما قائل به یک بدن به نام روح هستیم از اون سلبش بکنیم یا خرد را از اون سلبش بکنیم یا بگیم قدرت اعتبارزایی یکی از مختصات انسان در کنار اندیشیدن ایجاد اعتباریات اینها را بیاییم از انسان سلب بکنیم از این موجود به نام انسان اگر این مختصات را سلب بکنیم دیگر انسان این باقی دیگه نمیمونه. انسان باقی نمیمونه خرد و تعقل جزء ذاتیات است. انسان هست بله. بله و آیا باید ببینیم که بالاخره این توسعه هم جزء ذاتیات جامعه بشری هست من الان این مثال را که زدم مثلا بله. گفتم خرد اندیشه یا اعتباریات مثلا فرهنگ و تمدن سازی جز اعتباریات است که بشر میسازه این بله. اعتبار، اعتباریات هم در بحث منطق مطرح میشن فلسفه هم در عرض اجتماعی بله. اینا جز اختصاصات انسان و حیوان که تمدن ساز نیست فرهنگ ساز نیست یاس یا زبان را بعضی ها گفتن جز ویژگی های ذاتی آدمیان است زبان یک به معنای خاص تخصصی زبان تفکر این اعتباریات و امثال اینا اینا جز اخ، اخ، البته فرس ذاتیات انسان میشه برشمون چون این جلسه اختصاصی به اون نداره برای روشن شدن از مسئله از کردن استاد چون به میان برنامه رسیدیم انشالله این وعده ما و شما و بینندگان هست که ادامه مباحث رو در بخش بعدی و بلا فاصله بعد از یک سراحت کتا انشالله تقدیم بینندگان عزیز خواهیم نمود با بیان این جمله زیبا از امام صادق علیه السلام در مورد ضرورت علماندوزی و به دنبال دانش بودن که در سخن زیبا فرمودند من دوست ندارم جوانی را ببینم مگر بر یکی از این دو حالت باشد یا اهل دانش و دانشمند باشد و یا جویای دانش و دانشجو باشد و ما هم این دعا را که دعای قرآنی هست همیشه الله ورد زبان ما باشد رب زدنی علما و الحقنی به صالحین خدایا من را افزایش بده و گسترش بده از لحاظ علمی و به صالحان ملحقم بگردان برمیگردیم در خدمت شما هستیم من مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این طرف رازی بس که تو خدای من باشی تو همان گونه هستی که من دوست دارم پس مرا چنان بساز که خود دوست دارم خدای من اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید با این که خود به آنها سخت نیازمندم من بنده تو هستم و تو پروردگار منی خداوند. و تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم بسم الله الرحمن الرحیم سرسبزترین بهار تقدیم تو باد آوای خوش هزار تقدیم تو باد گویند که لحظه است رویدن عشق آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب برنامه به وقت بیداری خدمت شما عرض کنم که این برنامه هر شب از حدود ساعت 8 الی 9 تقدیم شما عزیزان میگردد و تکرار او هم فردای همان روز بعد از اذان ظهر به وقت افغانستان انشاالله میتوانید این برنامه را مشاهده کنید همچنین در فضای اینترنت با یک جستجوی ساده شبکه هادی تیوی بخش فارسی دری میتوانید برنامه ها را پیدا کنید مشاهده کنید و حتما نظر بدهید و الله، مطالب خود را با ما در میان بگذارید شماره ارتباطی برنامه پل ارتباطی برنامه هم شماره مثبت 964 780 255 40 13 هست استاد گفتگو کردیم راجع به سوالات و چالش هایی که پیرامون این مسئله مطرح شده که آیا توسعه به عنوان یک حق بشری و از جمله حقوق اصلی و بنیادی به عنوان حقوق بشری شناخته می شود یا نه که این موارد رو گفتید یک لیستی میکنیم تا که انشالله به زمانی برسیم که بخوایم پاسخ این سوالات و پرسش ها رو بدهیم بله در این محور اولین نه. چالش رو بیان کردیم درست. گفتن هر ادعا و یا مطالبه یا هر امر رو که به عنوان حقوق بشر و یا جزء خانواده حقوق بشر بدانیم باید واجد یک سری مشخصات باشه از جمله جهانشمولی ذاتی بودن و سرناپذیری درست و چون حق و حق توسع هیچ کدام از اینها را نداره طبیعتا حقوق بشر نیست چرا برای اینکه میگن حق توسعه اولا شما میگید یک حق جمعی است وقتی که ذاتی شد یک پدیده زمان مکان موقعیت جغرافی موقعیت اقتصادی شرایط و اینها دخالت در داشتن اون نداره در حالی که میگه ما اگر به واقعیتهای های بیرونی نگاه بکنیم میبینیم که همه کشورها به طور یکسان حق توسعه را ندارن برای داشتن حق توسعه یک سری شرایط و قیودات اینها لازمه پس بنابراین وقتی میگید حق توسعه حق بشری است و حق بشری باید ذاتی باشه پس حقوق ذاتی اون چیزی که جزء ذاتیات است تابع شرایط موقعیت ها خواه اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی جغرافیایی نخواهد بود در حالی که شما وقتی میخواید از حق توسعه صحبت بکنید و حق توسعه را نه به عنوان یک مفهوم ذهنی بلکه برای یک واقعیت عینی اجتماعی بیرونی مینگرید برای داشتن حق توسعه آنانی که میخواید حق توسعه داشته باشه واجد یک سری شرایط و موقعیت هاست درست. پس این خودش میرسانه که یک امر ذاتی نیست امر ذاتی همزاد با اون پدیده هر جا باش به طبع این وقت ذاتی نبود وقتی شما میگید ذاتی هست یعنی جهان شموله جهان شمول یعنی این انسانه که دارای این حق است اگر سیاه باشه سفید باشه ثروتمند باشه فقیر باشه در شرق زندگی کنه در غرب زندگی کنه تو آمریکا ایران افغانستان چین روسیه هند آفریقا همه و همه با او هست بله درسته وقتی ذاتی شد پس جهان شموله وقتی جهان شموله یعنی جغرافیا و موقعیت اجتماعی اقتصادی در داشتن ش... دخالته نداره نداره و به طبع این طبیعتاً هم سلب ناپذیره در حالی که شما میخواهید حق توسعه داشته باشید همینطوری که عرض کردم باید رسید یک شرایط و موقعیت هایی رو داشته باشید در یک جغرافیایی باشید در یک موقعیت اقتصادی خاص باشید ببینید پاره از کشورها حق توسعه توسعه توسع یافتهیان این حق توسعه را دارن برخی از کشورها برای اینکه واجد این حق بشوند باید اون شرایط و موقعیت را فراهم بکنن و داشته باشن دا تا دارا واجد و صاحب این حق بگردن و اگر اون شرایط و موقعیت یا در اون حالت قرار نگیره ما به اینها نمیتوانیم بگیم صاحب حق, توسعه حق, حق توسع پس امینه که شما در عالم واقع و بیرون مینیگرید که برای داشتن و واجد بودن توسعه و یا حق توسعه باید یک سری شرایط فراهم بشه در یک جغرافیایی باشین در یک موقعیت باشین پاره از ویژگی ها را فراهم بکنید حالا از لحاظ اقتصادی از لحاظ مثلا توسعه انسانی از لحاظ توسعه اجتماعی از لحاظ توسعه اقتصادی از لحاظ ساختارها ارزش ها باید این ارزش ها را داشته باشید تا این که وارد اون به اصطلاح کانون یا خانواده که اسمش رو میگن توسعه بگردید که اگر نداشته باشید و مثلا مثل این که شما میخواید دانشگاه برید یک رشته انتخاب میکنید باید این ویژگی ها رو داشته باشید میخواید استاد بشید باید ریزومه رو در ریزومه مثلا دارا این ویژگی ها باشید که اگر بودید میرید در اون مجموعه ای که به نام اساتید یاد میشه حق تدریس دارید امتیازات دیگر دارید و امثال پس حق توسعه همینطوریه کشوری و ملتی و ای و مجموعه انسانی که میخواد این حق را داشته باشد بایستی یک سری شرایط را فراهم بکند در یک موقعیت های قرار داشته باشد تا این وصف یا این ویژگی بر اون حمل بشه و این حمل صادق و درست باشه بگیم که کشور خوب بنابراین مثلا به عنوان مثال ارز میکنم کشور فرض کنید از یک کشور آفریقایی یا کشور آسیایی که توسنهای آفته است باید شرایط کشور مثل ژاپن یا آلمان یا فرض کنید آمریکا برخ از این کشورهای پیشرفته را از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، صنعتی، تکنولوژیکی داشته باشه که تا اینکه وارد این خانواده بشه و این اسم بدون مسلمان نباشه چون نداره ذاتش نیست آه، پس چون اینطوری نیست یعنی برای داشتن این ویژگی شرایط خاص جغرافیایی موقعیت های سیاسی اقتصادی صنعتی علمی مالی و دهات از این لازم هست پس ذاتی نیست دیگه بله. وقتی ذاتی نیست جان هم نیست وقتی جانشمول هم نیست سلب ناپذیرم نیست در حالی که آنچه به نام حقوق بشر شناخته میشه این ویژگی های سگانه را با هم داره و چون حق توسعه اگر از این منظر نگاه بکنیم ندارد پس جزء حقوق بشر نخواهد این یک چالش انشالله اگر عمر بودینه با تو خواهیم انشال. چالش دیگر میگه اگر شما فلسفه شکلگیری حقوق بشر را خوب نگاه بکنید و مطالعه بکنید حقوق بشر در واقع در جهت حمایت از کرامت آدمیان در مقابل تهدیدهای متنوع بویژه ویژه دولتی و حتی غیر دولتی شکل گرفت حق کرامت انسان اصلا خود حقوق بشر حقوق بشر مجموعه که تحت عنوان حقوق بشر شناخته میشه مبنای حقوق بشر کرامت آدمیانه فلسفه و هدف شکل گیری هم حمایت از این کرامت آدمیان در مقابل تهدیدات است که متوجه کرامت آدمیان می گردد و بیشتر این تهدیدات هم از ناحیه دولت حق توسر مگر کالبد شکافی بو کال بود شکافی بکنی در واقع همچون چون مبنا و هدف یا پیش برای شکل گیریش نبوده یک حق جمعی است مشکلات مثلا مالی وجود داشته آموزشی وجود داشته کمبود وجود داشته و در این حوزه ها این فقدان ها و کمبود ها و آسیب ها دیده می شده از سوی مجموعه از کشورهایی که جزء کشورهای توسعه نیافته است با عنوان یک مطالبه مطرح شده صحبت از کرامت نیست به نظر اینها یعنی این کسانی که این اشکال و چالش را مطرح کردند یعنی زخته میگه ما به حقوق بشر زمینه های شکل گیری و فلسفه به وجود آمدش نگاه میکنیم مهمترین پایه و بنیاد شکل گیری حقوق بشر حمایت از چی بوده پاسداری از کرامت آدمیان در مقابل تهدید تهدیدهای گوناگون از جمله تهدید دولت بوده خب yes. در حق توسعه نه این مبنا دیده میشه و نه این مقصد محسوس و ملموس هست و تهدیدها هم ظاهرا تهدید فقط از ناحیه دولت نیست این یکی از چالش هایی که در این زمینه مطرح شد چالش دیگر این است که میگن حق توسعه همونطور که در جلسات گذشته یادآوری شد مبنا و مقصدش چیه فرد این اندیویدیالیزمی که مطرح میشه فردگرایی فرد انسانی مبنای برآمدن حقوق بشره و بنیاد و پایه شکلگیری مجموعه است و عنوان حقوق بشر و از لحاظ مقصد و هدف هم اگر بنگریم مقصد و هدف اساسی حقوق بشر چی بوده؟ حمایت از این فرد در مقابل کیه؟ تجاوزات دولت ها بوده درست پس مبنای شکلگیری حقوق بشر فرد مقصد و هدفش هم حمایت در مقابل تجاوزات دولت, این هاست این دوتا ویژگی شما در پدیده بنام یا مطالبه یا ادعای نام حق دولت. توسعه نمی نمیبين. بینید یعنی فردی نیست بلکه جمعی هست بله و تهدیدش هم از طرف دولت ها نیست بلکه بعض وقتها خود دولت ها به دنبال حق توسعه هستن پس بله. بنابراین شما وقتی میگید که حق توسعه باید این ویژگی ها رو داشته باشه <applause> پس نه از لحاظ مبنا میتواند در خانواده حقوق بشر قرار بگیره نه از لحاظ هدف و مقصد میتواند جزء بشر. حقوق بشر باشه پس ما نمیتوانیم به این راحتی این اجازه بدیم که از شمار حقوق بشر و اونم حقوق بشر بنیادی قرار بید. به حساب بیاد و قرار بگیره این چالش سومیس اگر اشتباه نکنه چالش بعدی میگن که متعلق حقوق بشر چیه؟ فرده حقیقت انسانه در حالی که حق بر توسعه بر اساس اعلامیه حق بر توسعه و سایر اسناد و مقررات متعلق یا موضوع حق توسعه کیه جمع مجموعه گروه شما به همین جهت نسل سوم حقوق بشر رو میگن جزء حقوق همبستگی درسته بله پس اینجا صاحب این حق و متعلق این حق و موضوع این حق فرد ده انسانی است در حق توسعه جمعه یک گروه و یکی از مشخصات حقوق بشر اینه که تعلق به فرد میگیره نه به گروه و جمع جمع این یکی از اشکالات دیگر یا چهارمین پرسش یا اشکال در این خصوص در ادامه خب میگه که اگر شما بخواید این جزء حقوق بشر بدانید یعنی خب حالت جمعی داره اول اینکه ما بیاییم برای جمع حق بشری قائل بشیم شناسایی این حق برای یک گروه و برای یک جمع کار بسیار بسیار دشواری است بر فرض که آمدیم خب گفتیم این شناسایی گروه هایی که دارای حقوق بشر است اصلا چگونه میتونید بشناسید کدام گروه که دارای چی مشخصات باشه صاحبان و واجدین حقوق بشرن حق آزادی حق عدالت حق آموزش کرامت از جمله حق توسعه توسعه چگونه بشناسیم گروه ها این گروه ها کیه؟ موسپیدانه؟ قدرتمندان طبقه متوسط طبقه مرفه است کدومیه که از گروه ها شما میتوانید بگید واجد این حقوقن این حق توسعه هم. فرضی که ما این دشواری را طی کردیم گروه های که حقوق بش این حق را دارن شناسایی شد, شد درست؟ خب بعد از گذره از این عقبه و این دشواری مشکل دیگر پیش میاد و اون چیه؟ حقوق اختصاصی هر گروه چگونه تعیین و تشخیص داده میشه؟ درست حقوق اختصاصی هر گروه چگونه تشخیص داده میشه و تعیین میشه طبقه متوسط حقوق اختصاصیش کدومه مرفه کدومه صنف پزشکان مهندسین کارگران بازاریان معلمین آلمان دینی، خانمها، پسران، جوانان و همسال اینها اصناف گوناگون است که جامعه شکل میده اق... حقوق اختصاصی اینها رو چگونه تشخیص و تعیین بکنیم حالا میگه آمدیم و با, با هزار فشار و مشکلات اینا رو حقوق اختصاصیش رو تعیین کردیم. و تشخیص داده شد بحث این است که صرف حق کافی نیست باید عملیاتی بشه تأمین بشه زمانت اجرای اینها شکل بیره چگونه زمانت اجرای اینها رو شما به وجود می آورید از لحاظ ساختاری نهادی و از, از لحاظ حقوقی و امثال پس پشت سر هم به مشکل برمیخورید مسئله زمانت اجرا یک مشکل دیگری است مشکل دیگر که اگر این به عنوان حق جمعی بر بشماریم تعارض بین حق فرد و حق جمع پیش میاد من. در حین تعارض کدوم یکی از این مقدمه یک ملاک و معیار که قابل اجرا در تمامی شرایط و حالات باشه و وجود داره که هموارم حق جمع مقدم بشه بر حق فرد یا حق فرد مقدم دانسته بشه بر حق جمع, جمع خود این یک مشکله مشکل دیگر که اگر به عنوان حق توسط و یک حق جمعی بشناسید و شناسایی بشه خب ما امروز میگه جامعه بشری هزاران هزار مشکل داره امنیتش، مواد غز... مسئله سلامتش، آموزشش و ده ها از این مشکلات روی جامعه بشری هست با حق شناختن توسع به مسابق حق بشری جمعی کدوم یکی از این مشکلات حل میشه اصلا قابل حل هست یا قابل حل نیست در حقیقت کدوم مشکل رو حل میکند حق در توسعه آره. حق, آره حق این, این مشکل به که اگر به عنوان یک حق بشری شناخت جمعی شناخته بشه اوه. چون ما پیشتر گفتیم یعنی مستشکل این اشکال رو کرد که اولین مشکل این است که حق توسعه باید به با عنوان یک حق جمعی در مرحله اول مشکل شناساییشه بله. بعد از شناساییش حقوق اختصاصی گروه هاست اه. چون شناسایی حق توسعه شما میگید که حق توسعه یک حق جمعی است بله. خب اول این که چگونه ما حقوق این جمع شناسایی بشه بعد از این حالا اینو شناختیم چگونه حقوق اختصاصی گروه ها و جمع تعیین و تشخیص داده بشه بعد از تشخیص اینا بگیم آقا این گروه این صنف داره این حقوقه زمانت اجرایش به مشکل برمیخوره بعد میگه بین تعارض بین حقوق فرد و جمع همواره پیش میاد جامعه گرفتار تنشه اگر این ما به عنوان حق جمعی و به عنوان حق توسعه خوب تا اگر حق توسعه بشناسید به عنوان یک حق جمعی باید بشناسید درست. پس همواره گرفتار ت... تعارض و تنش بین حق فرد و حق جمعی <applause> گذشته از این ما جامعه بشری میگن مشکلات مختلف دارید در اوضاع مختلف مسئله فقر مسئله بیکاری مسئله اشتغال مسئله تجاوز از تحریم ده ها مشکل از درسه های مختلف زندگی بشری که شما میبینید خب با دانستن این که بگیم حق توسعه یک حق جمعی بشری هست چه مشکل حل میشه <applause> بالاخره یک مشکل باید در یک جا حل <applause> بشه و چون با این مشکلات و موانع گرفتار هستیم پس لزوم و ضرورت نداره که به عنوان یک حق بشری حق توسعه شناخته بشه فقط در اون حق عادی بایستی بسنده بکنیم و متوقف بشیم این یکی از چالش های دیگری بود که خودش به اصطلاح شاخ شاخ های به اصطلاح پرسش های مختلف را زیر مجموعه مختلف را پوشش میداد اشکال دیگری که در این زمینه مطرح شده این است که میگه حقوق بشر سازگار با قوانین و مقررات بین المللیه بله به چی معنا قوانین؟ این باز خودش طبیعینه که صورت گرفته در قالب چند تا اشکال دیگر استمرار پیدا میکنه یعنی اینکه وقتی میگید که حقوق بشر در قوانین و مقررات بین الم... سازگار با قوانین و مقررات بین المللی است یعنی اینکه ما... چون, فرصت ما خیلی کم هست به اندازه دو دقیقه اگر بتوانیم این بله بله. جنبندی کنید ممنون میشه بنابراین میگه وقتی که شما میگید حقوق بشر ببخشید حق اون چیزی که حقوق بشر است حقوق بشر سازگار با قوانین و مقررات بین الملل است یعنی چی یعنی اینکه در معاهدات کنوانسیون ها و اسناد معتبر بین المللی شناخته شده باستا پیدا کرد پرونده حالا به صورت پرونده کیفری یا پرونده حقوقی در مجامع و در دادگاه هم وجود داشته در طول این تاریخ در عرصه حقوق بین الملل که رسیدگی شده بهش وقتی میگی در از اون چیزی که در حقوق ب... بین الملل ش... شناسایی شده دو نسل از حقوق مثلا این الان مستشکل یکی ه... نسل اوله و یکی نسل دوم به فرض که بگید آقا حق توسعه حق توسعه اگر بسیار مدارا بکنیم میگیم حق جدید نیست یا همون جز حقوق نسل اول یا جز حقوق نسل دوم پس حق جدیده نست. نیست مشکلی که دیگه در این زمینه هست یعنی اینکه که میگه شما وقت حق توسعه را به عنوان حقوق همبستگی میپذیرید و ناسازگار است با مقررات و قوانین بین المللی است که حق توسعه جز جزء حقوق همبستگی است لازمه حق همبستگی الزام و تعهد و تکلیف کشورها و دولتها به حمایت و تعاون و کمک ما این الزام و تعهد و تکلیف را در منابع و مقررات بین المللی نداریم پس وقت ما میخواهیم بگیم که حق توسعه جزء حقوق بشری است باید با سازگار با چی باشه؟ حقوق بین الملل باشه ما در حالی که هیچ در هیچ معاهده و کنوانسیون بین المللی حق توسعه دیده نمیشه هیچ پرونده در هیچ دادگاه چی کیفری چی غیر کیفری تا اکنون راجع به حق توسعه مطرح نشده داوری نشده دنبال نشده پیگیری نشده حق توسعه هم حقوق جدید نیست و تعهدات و تکالیف که شما اسم بردید در حقوق بین الملل تکالیف و تعهد جمعی به اصطلاح در رابطه با تعهد و تکلیف حمایت و تعاون دلوقتي. و به این شکل نه تکلیف اجتناب و تعهد و تکلیف حمایت و کمک کردن ما در روح بین الملل نداریم پس بس بنابراین ناسازگار با چی قوانین بین المللی با قوانین و مقررات بین المللی. در حال حقوق بشر سازگار با قوانین و مقررات چون حق توسعه ناسازگار هست پس با عنوان از این رو به عنوان حق بشری نمیتوان رو شنا. شنا اینا یک مجموعه ای از سوالات و چالش هایی بود که پیرامون اینکه که توسعه را ما جزء حقوق بشری بدانیم مطرح هست و اشکال شده که انشالله وعده ما و بینندگان پاسخ این چالش ها انشالله به برنامه بعد و شنبه هفته آینده که باز هم در خدمت جناب استاد هستیم با تشکر از شما الله. مطالب زیبایی که بیان آه. کردید و تشکر از همراهی همه شما بینندگان خوب عزیز و گرامی با برنامه به وقت بیداری خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر را به زیبایی مورد خطاب قرار می دهد و معرفی می کند که محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند با همدیگر بسیار رعوف و مهربان و همدیگر را دوست دارند و با دشمنان بسیار سرسخت و خشن برخورد میکنند انشالله همه ای ما از جمله کسانی باشیم که جزء شیعیان یاران و پیروان پیامبر رحمت رحمت للعالمین باشیم عزیزان بیننده دلهای شما همیشه پر از عشق و محبت و سرشار از دوستی و وحدت که فرمود به عالم هر کسی کو دردمند است به زنجیر جنون عشق بند است موفق و پیروز باشید تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدار شما <applause>